وقتتون به خیر. امیدوارم هر جای دنیا که هستین صحیح و سلامت باشین. من معراج موسوی هستم، با یک ویدیو جدید در خدمتتونم. امروز میخوام طرز تهیه سالاد سزار و سس معروفش رو بهتون آموزش بدم. محتویات سالاد تشکیل شده از کاهو، سینه مرغ و نون توست مزه‌دار شده گریل شده که بسیار راحت هستش، ولی سس این سالاد یه مقداری مواد مختلفی داخلش هست. داخل فیلم توضیح خواهم داد و همینطور یک مدل پوره ماهی داخلش استفاده میشه به نام آنچووی که کمیاب هستش و همه جا پیدا نمیشه، بنابراین من حذفش میکنم، ولی اگر در اصرارین میتونید ازش استفاده کنید. و در نهایت میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تک تک لایک ها و کامنت هاتون، و همچنین اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین لطفا همین الان این کار رو انجام بدید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با من همراه باشید. خب دوستان، برای درست کردن یک ظرف بزرگ از سالاد سزار احتیاج به یک عدد سینه مرغ داریم که به این شکل باید از وسط به دو قسمت قبضه بشه. در ادامه برای گریل کردن مرغ بهتره که از قبل مزه‌دار بشن، بنابراین به هر دو سمت سینه مرغ نمک و فلفل سیاه بزنید تا به خوبی مزه‌دار بشن. حالا داخل یک ظرف مناسب با روغن زیتون که مقدارش دو قاشق غذاخوری باشه کفایت میکنه و همچنین نصف یک لیموی تازه آبش رو بگیرید، اضافه کنید، بذارید به مدت نیم ساعت داخل یخچال تا سینه های مرغ به خوبی مزه رو به خودشون بگیرن. برای سس سالاد سزار احتیاج به یک عدد تخم مرغ داریم که بعد از اینکه پخت، برای اینکه راحت تر پوستش جدا شه روش آب سرد بریزین، بذارین یک کناری، به مدت 5 دقیقه 10 دقیقه که بمونه به راحتی پوستش کنده خواهد شد. حالا 3 عدد نان توست رو به صورت مربع‌های 1.5 در 1.5 سانتی متر برش بزنید. ببینید به این اندازه. برای توست کردن نان ها یا میتونید داخل فر یا توی تابه روی گاز استفاده کنید، ولی در هر صورت نصف قاشق غذاخوری شیوید بهش اضافه کنید، یک قاشق غذاخوری پودر سیر و در کل 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه کنید و بعد از مخلوط کردن یک کناری بذارید. حالا برای درست کردن سس سزار یک حبه سیر رو داخل مخلوط کن بریزید. همچنین 3 قاشق غذاخوری پودر پنیر پارمزان یا پنیر رنده شده پارمزان رو بهش اضافه کنید. بعد از اون نصف قاشق غذاخوری شکر، نصف یک لیمو یا به اندازه یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه، همچنین نصف قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک، در ادامه 3 تا قاشق غذاخوری روغن زیتون و بعد از اون 3 تا قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه کنید که اگر دقت کرده باشید ترتیب ریختن محتویات داخل سس جوری بودش که از یک قاشق بتونید برای ریختن تمام محتویات استفاده کنید و به راحتی در نهایت سس مایونز رو هم بدون اینکه به قاشق بچسبه داخل ظرف ریختیم. در نهایت پوست تخم مرغ بعد از اینکه سرد شد به راحتی کنده میشه، اون رو هم اضافه کنید، نوک قاشق چایخوری، فلفل سیاه، مخلوط بکنید تا کاملا با هم دیگه یک دست بشن. خب دوستان، این غلظتی هستش که سس سزار ما باید داشته باشه. اون رو داخل یخچال بذارین، به مدت یک هفته میتونید داخل یخچال نگه دارید. بعد از اون مرغ‌های مزه‌دار شده رو داخل تابه گریل قرار بدین و در همین زمان نون‌های توست رو داخل فر درجه 180 حرارت بالا و پایین قرار بدین تا وقتی که کاملا برشته بشن. برای گریل کردن مرغا مدام اونها رو پشت سر هم پشت رو نکنید، دقت بکنید وقتی که یه طرف کاملا گریل شد بعد از اون برگردونید که رطوبت مرغ از دست نره. توی گریل کردن استیک مرغ و گوشت هم به همین شکل است.
پشت رو کردن مداوم باعث از بین رفتن رطوبت مفید داخل گوشت میشه و در نهایت گوشت شما خشک خواهد شد. به همین اندازه ببینید دو طرفش از نظر من کاملا برشته شده. شما میتونید بیشتر یا کمتر اون رو گریل بکنید. مرغ روی سالاد سزار باید سرد سرو بشه، بنابراین اونها رو کنار بذارین. تو این فاصله کف ظرف رو یه مقدار از سس سزار بزنید. تو این فاصله اگر بار اوله که ویدیوهای من رو میبینید و تا الان سابسکرایب نکردین، لطفا همین الان این کار رو انجام بدید. کاهوها باید یه مقداری از حالت معمول بزرگتر خورد بشن. داخل ظرف بریزین، سس رو کاملا با این مقدار کاهویی که داخل ظرف ریختین مخلوط کنید. بعد از اون به اندازه‌ای که کاهو سری قبل اضافه کردیم به همون اندازه کاهو اضافه کنید. حالا نون‌های توست گریل شده در ادامه به اندازه لازم سس سزار روی کاهوها بریزید. حالا سینه‌های مرغ سرد شدن، اونها رو به صورت نوارهای 1 سانتی متر برش بزنید. و به این شکل روی سالاد قرار بدین. در نهایت یک قاشق غذاخوری پنیر پارمزان رنده شده و همچنین به طور دلخواه یه مقداری آویشن پرک اضافه بکنید. امیدوارم از این سالاد لذت برده باشین. با لایک و کامنت من رو همراهی کنید. سابسکرایب یادتون نره. همیشه موفق و پیروز باشید.